دیدار میلاد حاتمی با مادرش و وضعیت اموال و ماشین‌ها و بیتکوین‌های میلاد حاتمی بعد از تحویلش به ایران و میزان سرمایه‌ای که دست زنش افتاده و باهاش فرار کرده. نمی‌دونی به چه قیمتی فروختن؟ چند تا ماشین داشتن؟ با خونه نزدیک 3 میلیون یورو شد. 3 میلیون دلار شده بود. و امروز هم اون شخصی که ماشینش رو فروخته با همون آخرین ماشینی که مونده بوده بیرون بوده، پلیس چلوشو گرفته. میدونم واقعا این فریکی بود، بعد خیلی جالب بود، از تنهایی هم میترسید، یعنی میترسید تشنجی میشد. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید میلاد حاتمی به ایران تحویل داده شد و همه خبرها در این مورده که همسرش یعنی سحر ماشینا و اموال میلاد حاتمی رو برداشته و فرار کرده. حالا این وسط چیزی که جالبه اینه که سحر اومده و یه جورای این خبر رو داده که همه اموالم رو ازم گرفتن، که خب کمی بعید به نظر میرسه و شاید خواسته اینطوری بگه که من دیگه پولی ندارم تا پلیس ایران پیگیری نکنه و اونم بر نگردونن ایران، چون به هر حال میلاد حاتمی دستگیر شده و وقتی کسی به جرم کلاهبرداری دستگیر میشه باید همه پولا رو پس بده و حالا با این وضعیت همه پولا دست سحر همسر میلاد حاتمیه و یه جورایی میلاد جفت آلبالوهاشو برداشته و اومده ایران. حالا نکته جالب اینه که میگن چند تا ماشین میلاد حاتمی فروخته شده و فقط یکیش مونده که قرار بوده کسی که باهاشون کار میکرده اونم بفروشه که توش دیده شده. و از اون طرف هم میلاد حاتمی کلی از سرمایه خودش و زمانی که دستگیر شده بود تبدیل به بیتکوین کرده بود و حالا سرمایهش چندین برابرم شده و همه اینا رو فقط سحر بهش دسترسی داره. و یکی دیگه از خبرها این بود که بالاخره به مادر میلاد حاتمی اجازه دادن که بیاد و پسرش رو ببینه و گویا میلاد حاتمی کلی شاکی شده بود که چرا سحر همه چیزو فروخته و رفته. ولی خب اگه بخوایم منطقی نگاه کنیم میبینیم که میلاد حاتمی که تکلیفش مشخص نیست و معلوم نیست آیندهش چی میشه و این همه پولی که درآورد به دردش نمیخوره و این سحره که از این به بعد صاحب این پولاست. حالا جدیدن شخصی که رفیق صمیمی میلاد حاتمی بوده توی کلاب هاوس با افراد دیگه در این مورد و همچنین رفاقت محسن افشانی با میلاد حاتمی و خیلی از موضوعات دیگه صحبت کرده که بهتره بشنویم. این باشون بود، یعنی کل مراودات مالی و پسورد ولت بیت کوین میلاد و فروش ماشینای میلاد توی ترکیه و چون ماشیناشون همه فروختن، خونه رو هم فروختن، یعنی همه پولاشون رو تبدیل کردن. الان فروختن همینجا همه ماشینای میلاد رو؟ همه رو فروختن. نمیدونی به چه قیمتی فروختن؟ چند تا ماشین داشتن؟ با خونه نزدیک 3 میلیون یورو شد. 3 میلیون دلار شده بود. یعنی همشون با هم دیگه 3 میلیون دلار کلا سرمایه‌اش بود که فروخت و دور قانونش میاد میره به یه کشور. خود میلاد یه سری خبرات دیگه دارم، همه یه دون از ماشینا مونده و امروز هم اون شخصی که ماشینشو فروخته با همون آخرین ماشینی که مونده بوده بیرون بوده، پلیس چلوشو گرفته چون که روز قرنطینه بوده. حالا بعدم بیشتر براتون میگم، بذار گروهش دو بزن. نه داداش نه گروه بعد آقا من اینجا دوستای منی 21 کاوش هم میگم اگر حرفی میزنید آقا تا تهش بگید. مردم اینجا داداش علاف دور از اون نیستن که نشستن که حرف میو میزنید بعد بگید چی بوده قشنگ نیار بذار صحبت کنیم. ثروتی هم که میلاد داشت، حالا مثل اون پولدارایی که میرن تو زندان میان بیرون پولدارتر میشن، میلاد هم موقعی که رفت توی زندان واسه سود داشت، چون اون موقع 100 تا بیت کوین داشت موقعی که رفت توی زندان و بیت کوین هم لحظه‌ای که رفت داخل 11000 دلار ارزشش بود و روزی که از زندان حالا دیپورتش کرد، یعنی 3 ماه بعد، ارزش بیت کوین شده بود 60000 دلار، یعنی سرمایه‌اش 5 برابر شد موقعی که توی زندان بود. یعنی شما حساب بکن که 100 تا 11000 دلار داشت اول که میشد مثلا 1,100,000 تا بیت کوین، یهو مثلا شما 5 برابر بشه دیگه، پولت بشه مثلا 4-5 میلیون بیت کوین، 100 میلیون دلار وقتی
دیگه آدم نیست که استفاده کنه چه به درد بخوره. آفرین. اون یه سالی که با هم یه خونه یکی بودیم، اون شناختی که من ازش داشتم آدمی نبود که 50 لیر بخواد مثلا حتی الکی به کسی بده اون تایم. و اینجوری که امین میگه راست میگه، درسته، یعنی بعید نیستی همچین چیزی که شاید بیشتر از اینا باشه خودت هم نمیدونی. میگفت که خانومش انگلیسه. یکی از بچه‌ها دو سه روز پیش گفت که من خانومش استانبول دیدم. الان هم این خبری که نمیدونم واسه کیه خف شدنش این حرفا، این صحبت، این حرف من صحبت انگلیس رفتنش صحبت دو هفته پیشه. یه هفته پیش که چی بگم، دو سه روز پیشم یکی از بچهای دیگه بهم گفت که من تو استانبول دیدم. مشالله نمیدونم دروغ راست چجوریه، این من گیت شدم. والا من از اون کسی این خبر رو شنیدم که رفیق صمیمی میلاد بود و تا دم مرزم با میلاد رفته بود، یعنی تصاویر لب مرز میلاد و نمیدونم آخرین نوشته و آخرین دست نوشته و ساعت میلاد و نمیدونم یه سری وسایل میلاد و همه اینا رو این تحویل میگرفت از زندان که حالا مثلا پولی به ایران نده، بگه آره پولامو بردن که پولی کمک نکنه به داخل ایران به میلاد، یا اینکه واقعا چیز دیگه از دیگه. من شهنامم آوردم بالا. شهنام سلام، تو کجا حرف رو شنیدی؟ من شنیدم شهنام چقدر ثروت داشت میلاد تا آخرین چیزی که تو خبر داری؟ اول که سلام، دوم صد تا همون صد تا رو داشته، صد تا بیت کوین واسه تایید میکنه دیگه. آره من که تایید نمی کنم، صد تا رو، صد تا رو یعنی صد تا کامل نبوده. آره با فروش لامبو و... یعنی 100 میلیون دلار داشت میشه؟ نه 100 تا تله، میگم 100 تا بیت. داداش من 26 تا بیت تو من به شما میگم 100 تا، من به شما میگم 100 تا بیت هم نداشته. 26 تا بیت. این خیلی بیت داشت، خیلی بیت داشت، 20 تا داشت. داداش من دارم میگم دیگه. آخه 4 5 ماه آخر رو کلا بیت کوین. ببین من 26 تا بیت رو با 50000 تا تتر رو تایید میکنم. بیشترش دیگه من نمیدونم. بعدش هم خب ماشینا هم که فروخ کرد بیت کوین. ببین همه رو بچه الان ماشین حساب به دستن و کل گروه. آقا حالا بله کشونی هر چقدر داشتون نشه فعلا بنده خدا رفت واسه خودش میشه. آره ولش کن دقیقا. آره. منم علاقه ندارم بریم. الان حکمشیه شنا چی میگم؟ چند دقیقه وایس من دارم با قاضی صحبت میکنم به تو میگم. میخواد بگم یا نمیخواد خودش بگه بهتره، ولی همین شهنام به قدری به همین میلاد محبت کرد، احترام گذاشت، خیلی کارهایی که من به چشم من شاهد، من اینجا شاهدم، دیدم اینو، یعنی به عنوان کلفت توی آنتالیا دهن مردم سرویس کرد. ولش کن روک بگم، یعنی اینو من روک بگم، روک دارم بتونم چی رو میگم. ولی همین شهنام میدونیم بدبخت چه بلای سرش آورد میلاد، همینه که اینجاست، دوباره خفتش کرد، سومین بار تو استانبول خفتش کرد، دوبار تو آنتالیا خفتش کرد، گوشی زد چپون همون میلاد آقای مولتی‌میلیاردر. نمیدونم واقعا این فریکی بود. بعد خیلی جالب بود، از تنهایی هم میترسید، یعنی میترسید تشنجی میشد. آن یه بار تو خونه جاوید شد دیگه، شب من و چند هم بچه ها دورم دیگه. آقا موضوع جالبی کسی که بعد خنه حالا منم دقیقاً به اینو میخوام بگم آوردم راجع به یه بحث دیگه مدافع. شهنام جون موضوعش با محسن افشانی چی بود واقعا؟ میتونی بگی شما؟ آره آخه میدونین موضوعش یه بگو اینجا کلا جایی که آخه الان رکوردش همه جا پخش میشه. نه اینجا خودم نه اینجا هیچ کی رکورد نمیکنه، من فقط رکورد میکنم. بگو داداش نگران نباش. بگو آقا بگو. حالا اون محسن افشانی اصلا که با قصد و نیت اومد اون به کنار، ولی خب اینجا که اومد بار اول رفتن دیدنش، صحبت کردن، همه چی حل شد، اصلا هیچ مشکلی نبود. بعد از دیدن قرار اول خودشون با هم بستن که این حاشیه رو حالا بزنن. و اینکه واقعا موقعی که اومد من حالا هم میگم 100 لیر 500 لیر دارم مثال میزنم،
شاید 1000 لیر هم تو جیبش نبود، با یه دست لباس اومده بود با دوست دخترش، که حتی اومد تو خونه میلاد تو برج سفیر، حتی دوربینا هم گرفته بودن، اومد اونجا صحبت کرد که من ویدیوش هم استوری کردم. آره من اینا رو فقط به خاطر میلاد استوری کردم که حداقل از پروندهش کمتر بشه. بعد یه نکته بگم که شهرام دوست صمیمی میلاد آتمی بود. خب بگم آره من 5 سال 4 سال و نیم با هم بودیم، یعنی تایمی که شاید مثلا میگن حالا اصلا سایتی شاید زیاد نبود. دو سه نفر بودن که فکر کنم خود آقای صبحانی هم یه تایم به میلاد زنگ زد که میخواست کار کنم با هم. داداش من نه تا حالا به میلاد زنگ زدم نه باش صحبت کردم. نه تو اینستاگرام با هم پیام دادی؟ نه تو اینستاگرام هم دو سه بار برام زد داداش، من فالوت کردم عشق منی، پا گفتم دمت گرم فالوش هم نکردم، دوباره فال چیز کرد آنفالو کرد، دوباره بعد یه ما بعد داداش من فالوت کردم دیگه بازم فالوش نکردم. من نه با این آدم نه از اول حال میکردم، نه با کارهایی که میکرد حال میکردم، نه با رفتارش حال میکردم، نه با صحبت کردنش حال میکردم، مثلا کلا هیچ، این آدم به من نمیخورد که اصلا بخوام توی دایره رفاقتم برم. بله اینم از صحبتای این افراد در مورد میلاد حاتمی. حالا نظر شما در این مورد چیه؟ فکر میکنید میلاد حاتمی در نهایت چی میشه و تکلیف سرمایه و پولش چیه؟ حتما نظرتون رو بنویسید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی بدرود.